عضو شورای عالی فضای مجازی تشکیلات تلگرام رو گمنام خوند و از اونچه کانال ارتباطی شیک مسئولان با مدیر تلگرام خوند گلایه کرد. معلوم نیست قانون کدوم کشور حاکمه. نمیدونیم قانون دبی حاکم هست یا قانون روسیه حاکم هست که نیست، یا قانون انگلستان حاکم هست که نیست، یا قانون اروپا حاکم هست، یا قانون بین‌المللی حاکم هست. هیچ قانونی براش حاکم نیست. تنها مسیری که الان وجود داره این که من ایرانی به پلیس فتای کشور شکایتی ببرم، پلیس فتا به اینترپل بگه، اینترپل از طریق توییتر نوعاً توییت کند به مدیر تلگرام، اگر ایشون میلش بود دوست داشت جواب بده، وگرنه هیچ کانال رسمی بین مدیر تلگرام و ستاد تلگرام و سیستم های اداری ما، سیستم انتظامی ما، حتی مرکز ملی فضای مجازی ما یا وزارت ارتباطاتمون وجود نداره. همونطوری که مستحضر هستید، اوایل دیما وزیر محترم توییت کردند به مدیر تلگرام که این اتفاق افتاده، اونم فرض کنید یه جوابی داد، بعد یه اتفاقاتی افتاد. بله. یعنی کانال خیلی شیکه، خود کانال ارتباطی بین یک کشور، یک وزارتخونه و یک نهاد انتظامی ما با یه پیام رسانی که حدود 40 میلیون مشترک داره توییتر هست عملا. جلیلی درباره ارز دیجیتال جدید که تلگرام اون رو گرامنام گذاری کرده هم هشدار داد و گفت این ارز هیچ پشتوانه ای نداره. میخواد یک پول ارائه بکنه. پول یعنی زدن به ریشه اقتصاد. بلافاصله یک جریان، یک حباب اقتصادی ایجاد میکنه. این حباب اقتصادی هیچ سازمان ایجاد کننده اعتبار، هیچ سازمانی که بتونه پشت این باشه وجود نداره. یه خلأه. بعد مردم میریزن توی، فرض کنید، دم مجلس، توی خیابون که آقای دولت چرا حواست نبود، چرا ما نگفتی، ما اینقدر مال باخته ایم، این هم اسنادمون. حالا اسنادی نیست، در مورد مؤسسات مالی یه برگه دست طرف بود، دفتر اینجا داشت. اینجا هیچی دست طرف نیست که چقدر گرام خریده، چون حتی رسید یک صرافی خیام فردوسی هم دستش نیست.